16 همین کنفرانس مجلس علمای شیعه آمریکای شمالی برگزار شد. 16 همین کنفرانس علمای شیعه آمریکای شمالی متشکل از علمای شیعه کشورهای کانادا و آمریکا در مرکز شیعه امام در دیترویت آمریکا برگزار شد. این کنفرانس با نشست هیئت اداری متشکل از اعضای اصلی این مجلس با حضور حجت الاسلام شیخ صالح سیبوی از وکلای مرجعیت شیعه آیت الله عظما صادق حسینی شیرازی آغاز به کار کرد در نشسته هیئت اداری با بررسی مسائل روز و بحرانهای پیش رو به تعیین رویکردهای این مجلس سالیانه پرداخته شد و مهمترین مسئله یعنی رسمیت بخشیدن به این مجلس در دو کشور کانادا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت نشست عمومی کنفرانس علمای شیعه آمریکای شمالی نیز در دو روز متوالی برگزار شد که در این نشست حجت الاسلام شیخ صالح سیبوی نماینده مرجعیت طی سخنانی به زبان انگلیسی ضمن رساندن سلام معظم الله به علمای حاضر پیام ایشان را درباره اتحاد شیعیان با رویکرد معرفی صحیح قرآن کریم و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به غیر مسلمانان و تبیین تاکیدات اسلام حقیقی بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز به حاضران رساند همچنین حجت الاسلام و المسلمین کشمیری نماینده ای آیت الله العظما سیستانی در این اجلاس دی سخنانی از حمایت های مرجالی قدر آیت الله العظما شیرازی از این اجلاس تقدیر و تشکر کرد این نشست دو روزه همچنین بر ایجاد مرکزیت برای علمای شیعه و نیز معرفی مراجع ازام تقلید به جامعه شیعیان آمریکا و کانادا با هدف مقابله با افراد مدعی اجتهاد و فریب دهندگان مردم تاکید کرد علمای شرکت کننده در این نشست با تاکید بر لزوم معرفی مذهب حقه تشیع و علمای شیعه تصمیم گرفتند تا هیئتی را به عنوان نمایندگان مجلس علمای شیعه از بین خود انتخاب کنند تا به مراکز ادیان مختلف و نهادهای دولتی در کشور کانادا و آمریکا مراجعه کنند و ضمن معرفی اسلام حقیقی به آنها این مجلس را پاسخگوی سوالات آنان معرفی کنند این نشست همچنین مقرر کرد تا هیئت انتخابی این مجلس در مبارزه با شایعاتی که توسط سنی های تندرو و گروه های سلفی درباره شیعیان پراکنده می شود با استفاده از روش های نوین و نیز شبکه های محوره شیعی به این شایعات پاسخی مناسب دهند و در این راه روشنگری کنند.